عرض ادب دارم خدمت هممیهنانم در سراسر جهان. یک بار دیگه به تلویزیون میهن شعبه اسکاندیناوی خوش اومدید. امروز جمعه است و طبق معمول روزهای جمعه هر هفته به خونه های شما اومدیم تا با یکی دیگه از چهره های موفق و سرشناس موسیقی و هنر ایران آشناتون کنیم. امروز دعوت کردیم از آقای پرویز خوشرزم که تا چند لحظه دیگه به ما خواهند پیوست. برای اینی که بیشتر آشنا بشید با صدای پرویز خوشرزم و اینی که با توجه به اینکه پرویز چند سالی کار فعاله فرهنگی رو انجام نداده، اجازه میخوام ازتون که با یک ویدیو کلیپ جدید به خونه های شما بیام امشب. ترانه هجرت با صدای پرویز خوشرزم از غزل من و تکلمه کیارخ معانی میشنویم. پرویز خودش به استودیو میاد و با هم بیشتر راجع به این کار صحبت خواهیم کرد. از اتاق فرمان میشنویم ترانه هجرت رو، غزل من، دکلمه کیارخ معالی عزیز. بفرمایید. چرا رفتی صراحی را شکستی؟ شراب عشق را در جان پیمانه شکستی؟ دل من را، تن جان را شکستی؟ به ساغر لب زدی، پیمانه جان را شکستی؟ به خاک ارغوان، عطر بهاران را شکستی؟ نسیم دلفریب صبح رویا را شکستی؟ چرا رفتی صراحی را شکستی؟ آخرین شب وصالت شب مرگ خنده هم بود، شب مردن ستاره بغض گنگی تو صدام بود، شب رفتنت ندیدی گریه های بی امونم، ندیدی من تکیده تمثیل فصل خزونم. شب کوچه تو مسافر شب انهدام من بود، شب کوچه تو مسافر شب انهدام من بود، آخرین شب وصالت شب مرگ خنده هم بود، هرگز از یادم نمیری آخرین کلام من بود. چرا رفتی صراحی را شکست؟ چرا رفتی صراحی را شکست؟ شراب عشق در جان پیمانه شکست. به پرواز بلند آسمانی بال مرغان را شکست. دل دیوانه ما را میان سینه بی پروا شکستی. چرا در حین خواندن شعر اخگر را شکست؟ چرا در حین خواندن شعر اخگر را شکست؟ غزل را ناز نارنج و دل سودایی من را شکست. غزل را ناز نارنج و دل سودایی من را شکست. چرا رفتی؟ وقت رفتن تو مردم توی هر ثانیه یک بار، بعد هجرت تو شد بار قربت پنجره تکرار، هوای خونه سیاه
پشت پنجرم که قاصد خبری از تو بیاره. هستی و هستی همیشه توی سینه توی یادم، تو رو تو قلبم نوشتم. تشکر میکنم از کیارخ مالی عزیز برای تهیه این ویدیو کلیپ زیبا. و نیز توضیح میدم که در هفته گذشته که ویدیو کلیپ دیگری از کیارخ مالی روی غزل من و ترانه خانم شیفته اجرا شد، خانم آوای دل نیز در اون شرکت داشتن و دکلمه بسیار زیبایی رو کرده بودن که تشکر میکنیم از حضورشون در این کار فرهنگی. به هر حال امروز ما در کنار خودمون یکی از عزیزترین هنرمندانمون رو داریم، پرویز خوشرزم، با صدای بسیار گرم و دلنشین که از سالها قبل از انقلاب شروع به کار کرده و امروز در سوئد، در استکهلم در کنار من هست. پرویز جان به تلویزیون میهن خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون از شما نوید جان و مسئولین تلویزیون میهن. تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن تا در خدمت هموطنان عزیزم باشم و سلام میکنم به همه هموطنان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستن شاد و سلامت باشن. تشکر میکنم فرد جان و لطف کردی که تشریف آوردی. یکی از سوالهای من الان این هست که در مورد این ترانه هجرت مقدار توضیح بده. آهنگساز، ترانه سرا و تنظیم کننده این کی بود؟ بله، این کار از شعر این کار از خانم شیدا شفیعی که اتفاقا ساکن همین سوئد هم هستن. آهنگ و تنظیم از یکی از بزرگترین موسیقیدانهای ایران کاظم عالمی. بله. و میکس هم از خود کاظم عالمی. بسیار عالی. ما در همین رابطه خدمت شما ویدیو کلیپ ها یک ویدیو کلیپ دیگری نیز از شما پخش کردیم هفته دو هفته گذشته بود به نام نازنی. بله. در رابطه با اینی که پرویز از کی کار فرهنگی شده، اصلا بچه کجای پرویز و از کی کار فرهنگی تو شده، از کی متوجه شدی که اصلا خواننده هستی، صدای دلنشینی داری و میتونی بخونی و صدات هم چقدر شبیه داریوشه؟ بله، من بزرگ شده تهران ویلا خیابون تاج هستم و کار خوندن و خب اون موقع که ما کوچیک بودیم یه سری خواننده‌ای بودن که میخوندن و خب بزرگتر از ما بودن، من شروع کردم آهنگای اونا رو بخوندن و بعد داریوش عزیز اومد و شروع کرد به خوندن که من خیلی از این سبک خوشم اومد و این سبک رو ادامه دادم خوندم تا اینکه یه مقداری توی مهمونی‌های مختلف و جشنایی که بود و اینا دیدم خیلی مردم خوششون اومد از صدای من و سبک کاری که میکردیم و سال اولین آهنگی که خوندم همین توی نازنینم نازنین بود. سال 1356 این کار ضبط شد توی استودیو پاپ. شعر این کار از حسین عمرانی، آهنگ و تنظیم از استاد بزرگ محمد شمس و نیز زیر نظر ناصر فرهودی این کار ضبط شد. و خودت در رابطه با اینی که کی متوجه شدی، رفتی مثلا فردن آکادمی موسیقی جایی رفتی تحصیلات موسیقیت رو جای انجام دادی، به چه صورت متوجه شدی که صدات خوبه و چه جوری وارد این عالم شدی؟ بله، من به وسیله یکی از دوستان به محمد شمس معرفی شدم. محمد شمس صدای منو گوش کرد و شروع کرد کار کردن به صدای من. و پیش ایشون مدت ها کار کردم و بعد با استاد بزرگ بیات آشنا شدم. با ایشون هم مدتی کار کردم و برحال شروع کردیم به ضبط آهنگ ها و اینا. این چه سالی بود؟ من سال 1355 با محمد شمس آشنا شدم. بعد با ایشون شروع به کار کردم که حدود یک سال بعد شروع کردیم به ضبط آهنگ. بسیار. برای اینکه
برگردیم به سالهای قبل از انقلاب و به صدای دلنشین پرویز خوشرز گوش بکنیم، ترانه نازنین رو میشنویم که الان معرف حضورتون هست. در گذشته در همین برنامه روی غزل من و دکلمه کیارخ معالی به شما معرفی شد. از اتاق فرمان میشنویم یک بار دیگه ترانه نازنین رو با صدای پرویز خوشرز و باز میگردیم به استودیو برای ادامه صحبت. با ما باشید. نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. توی نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. سرآغاز نام تو پایان نداره، توی اولینم توی آخرینم. تو میراث عشقی پیام آوری، تو معصوم مایی چه نام آوری. تو رود زلالی پر از شور و حالی، قشنگی که از گل شکوفاتری. توی نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. توی نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم.
میکنم از اتاق فرمان مجددا خواهیم شنید دکلمه کیارخ معالی رو، ترانه پرویز و خدمت شما از غزل من رو. این ویدیو کلیپ رو در سال 1356 مردم ایران شنیدن. من از پرویز سوال میکنم، با توجه به اینکه صدای شما بسیار صدای شبیه داریوش هست، چه اتفاقی برای ویدیو کلیپ افتاد برای صدای شما و اینکه چرا این به نام داریوش ثبت شد؟ من اینجا یه اشاره کوچیک بکنم به اینکه این ویدیو کلیپ ساخته شد سالها بعد. این اشتباهی که پیش اومد زمانی بود که این کار از رادیو ایران سال 56 شروع شد به پخش شدن و خوشبختانه مورد توجه هموطنان عزیز قرار گرفت و اون زمانی بود که انقلاب در شروع خودش بود و شلوغی ها خیلی بیشتر و بیشتر می شود. هیچ ضبط تلویزیونی انجام نمی شود که ما بتونیم بریم این کار رو تلویزیون ضبط کنیم، تصویری که مردم بتونن ببینن. بعد یه سری از این آدم هایی که کنار خیابون رسم شد که نوار و کتاب و این چیزا رو میفروختن به صورت غیر مجاز، این کار رو از رادیو ایران ضبط میکنن و به نظرشون میرسه که این کار رو داریوش عزیز خونده و به اسم ایشون شروع میکنن به فروختن این کار رو و حتی جلد های کاست زده بودن با عکس داریوش عزیز و این آهنگم توی اونا بود و من هیچ کاری نمیتونستم چون هیچ جایی نبود که آدم بتونه بره بگه این کار رو من خوندم و بهتره که اینو تحصیل بکنید و اینا. و این سالها طول کشید این کار و همین به اصطلاح روال پیش رفت و مردم به اسم داریوش این کار خریدن، گوش میکردن و خب خانه خواست شاید خاطره های با این داشتن تا اینکه سال 1990 من اومدم خارج از کشور و اون موقع یواش یواش تونستیم توی برحال مطبوعات رادیو تلویزیون گاهی که برنامه اینا داشتیم مردم رو متوجه بکنیم که این کار رو من خوندم و برحال داستان مفصلی داره این کار. داریوش هم ترانه خونده به نام نظری نه؟ بله اون یه اصلا کار دیگه است. قبل از شما چه بعد از شما؟ بعد از کار من و اصلا اون کار مال آقای سرفراز و آقای زولان هستش که یه کار دیگه است اصلا. بله فقط اسمش نازنینه. اسمش نازنینه. بله بله. برای اینکه شب جمعه مفرحی رو ارائه بدیم خدمت بینندگانمون، میریم یکی دیگر از ترانه های پرویز خوشرزم رو میشنویم، صدای دلنشینش و ترانه عاشق شدم و باز میگردیم به استودیو. با ما باشید. هم صدا نیست حتی حرف عشق تو قصه ها نیست، ماه و نیلوفر خسته و پرپر با شب من شام آخر، ماه و نیلوفر خسته و پرپر با شب من شام آخر. وقتی تو خاموشی هنوزم با کوچه ها شهر شبان است، اوریان بیا مثل رهایی در بسترم عطر تران است، نبض سکوت تو بشکن
تو با من هم صدایی، یک پنجره آواز سرخی، هم بغض من شعر رهایی. اندوه آواز تو زیباست، وقتی قناری ها تو خوابن، وقتی که درناهای عاشق پر بسته تو رویای خوابن. وحشت نکن عزیزم، من و تو هم صداییم. باید گذشت از ساحل شب، راهی به جز عاشق شدن نیست، راهی به جز عاشق شدن نیست. پریدون، این ترانه بسیار ترانه زیبایی بود. اینا پخش های متفاوت داشت یا اجراهای متفاوت داشت؟ به چه صورته؟ کدوم کار منظورتونه؟ کار عاشق شدن یا اون کار قبلی که پخش کردیم؟ اینها یه میدونه در مورد اینا توضیح بده که کار بله آهنگ نازنین ما یه اجرای جدید کردیم که پخش شد الان با تنظیم کاظم عالمی. اونتا اورجینال تنظیم آهنگ و تنظیم از محمد شمس. برحال ما فکر کردیم که بتونیم یه اجرای دیگه از نازنین ارائه بدیم که دوست عزیز کاظم عالمی زحمت تنظیمش کشید و این کاری که الان نازنینی که پخش شد در واقع اون اجرای جدید بود و الان امیدوارم که پایان برنامه اون اورجینال هم با صدای دوست عزیز و با احساس کیارخ معالی پخش بشه، که من همینجا هم از ایشون تشکر میکنم برای کارهای زیباشون و احساس خیلی زیبایی که توی دکلمه دارم. خیلی ممنون میکردم. آره واقعا من هم تشکر میکنم از کیارخ با زحماتی که میکشه و تنظیماتی که میکنه به این ویدیو کلیپ ها برای هر هفته ما اینجا در تلویزیون میهن. خب این کار عاشق شدن، این شعر از اکبر آزاد، این ملودی یه ملودی بود که ما توی آهنگای بوسنی پیدا کردیم. من این ملودی رو شنیدم با برها شعر یه خواننده از بوسنی بود که خیلی از ملودیش خوشم آمد. بعد اینو سپردم به یکی از آشناها که اینو یه تنظیم جدید کرد و ما از آقای اکبر آزاد هم خواهش کردیم روش شعر گذاشتن و کار خوبی در آمد. بسیار زیباست. پری جون به ما بگو که چرا این ویدیو کلیپ ها به صورت ویدیو کلیپ بر روی یوتیوب نیستن؟ اخیراً دارم فشار میارم به این خواهش میکنم. اخیراً که اینا رو ما گذاشتیم همین عاشق شدم یا ترانه دیگه اینها، بله اینا رو هنوز تهیه نکردیم به دلیل همون مدتی که من فعال نبودم. خب حالا باز این سوال بکنم که شما تشریف آوردید خارج، بله، و اومدید سوئد سال چند بود؟ 1990. 1990 یعنی 23 سال پیش. بله. بعد از اینجا کجا رفتید؟ چیکار کردید؟ شروع به اصطلاح کارم اینجا مقدار کنسرت مختلف بود، بعد چند تا کشور هم رفتیم انجام دادیم. بعد سال 98 و 99 ما به سفر به امریکا و لس آنجلس داشتم با یه آلبوم آماده که متاسفانه با هیچ شرکتی نتونستیم در مورد پخشش کنار بیاریم. بله من برگشتم اینجا و تحصیلاتم ادامه دادم که در چه کرد و کم خوندم که توضیحش اینه که برنامه نویسی آدم میکنه بکنم دیگه برای ماشین های صنعتی و این کار انجام که الان توی شرکتی با همین عنوان کار میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. یعنی هم هنرمند خواننده و هم خدمت شما هستن
متخصص ماشین‌آلات و برنامه‌ریزی کامپیوتر برای کارخونه ها. جای سرفرازی و موفقیت برای تمام ایرانیان. هر کسی هم که اومده واقعا از بچه های هنرمند ایران اومده اینجا با شغل‌های متعددی که در ایران هم خدمت شما عرض داشتن اومدن اینجا، باز اون شغل‌ها رو عوض کردن، شغل‌های جدیدی گرفتن و به کار خوانندگی یا به کار هنری خودشون نیز ادامه میدن. واقعا جای سرفرازی است. بله، خب اینجا به هر حال میدونید وطن خود آدم نیست و شرایط کلا فرق میکنه، یاد گرفتن زبان، بعد فهمیدن اجتماع، فرهنگشون، بعد تمام این مسائل خب زمان میبره. بعد آدم یه کاری رو سالها انجام داده توی کشور خودش و متاسفانه نمیتونه اینجا اون کار انجام بده و از اون را امرار معاش کنه، مجبور میشه به هر حال یه راهی برای مسئله پیدا کنه که همونطور که شما گفتین خوشبختانه بیشتر ایرانیایی که اومدن موفق بودن تو کارشون و تحصیلات کردن و از این بابت واقعا من افتخار میکنم. شما بیشتر ارتباطاتت با ایرانی ها هست یا با سوئدی ها؟ جفتشون، چون من کارم به اصطلاح بیشتر با سوئدی هاست. بعد از کار که میام بیرون دیگه مسئله به اصطلاح کاری ندارم و همه مسئله با ایرانی هست. یعنی بیشتر مسائل فرهنگی با ایرانی ها میگذره، مسائل کاری با اینها. توی سوئد کنسرت هم میدی یا تو سالهای اخیر کنسرت داشتی؟ به چه صورت؟ مثلا علامندان پرویز خوشرزم کجا باید پرویز رو ببینن؟ چجوری باید؟ مثلا فردان من دعوت میکنم از کنسرت گذاران استکهلممون که از پرویز خوشرزم دعوت بکنن با این صدای دلنشین و بتونن خدمت شما ارشد مردم حداقل اسکاندیناوی رو، اونایی که اینجا هستن، بیشتر با پرویز آشنا بکنن و از صدای دلنشینش لذت ببرن. شما هیچ کدوم از کنسرت گذاری استکهلم با شما کار میکنن؟ چرا، خیلی شما قبلا کار کردیم و واقعا لطف داشتن و دعوت کردن و من چند کار باشون کردم، ولی همونطور که قبلا هم گفتم یه مدتی من از این کار کناره گرفتم به دلیل مختلف. و الان یعنی از کار خوانندگی میدیم؟ بله. چند سال؟ یه چند سالی بود که فکر کردم که یه مقداری کنار باشم بهتره و الان که به هر حال شروع کردیم مجددا. همچی راحت بگو قرار کرده بودیم همینجا؟ والا توی این کار یه سری مسئله پیش میاد که با اون روحیات یه خواننده یه موزیسین من شاید جور در نیاد و اون برای من پیش اومد این مسئله که این احساس کردم که برحال اون کاری که من میکنم، زحمت که من میکشم، اون بازدهی که باید داشته باشه نداره، حالا به دلایل مختلف. برای همین یه مدت فکر کردم که اگه کنار باشم و سکوت کنم، این سکوت به قول آقای شاملو سرشار از ناگفته هاست و فکر میکنم که به همین دلیل هم برای من خدمت شما نشستم. آره، من که خیلی خوشحالم، باور بکن پدر جان عزیز، این که یک اینکه اومدی اینجا در برنامه تلویزیون میهن شرکت داری و دو اینکه کارهات رو با غزلهای من هم گون میکنی و خدمت شما هستم با دکلمه کیارخم عالی عزیز و یک وجه دیگری از کار هنری داره ارائه میشه. بله، این کاری که الان ما شروع کردیم به نظرم یه کاریه که تازه است. خیلی تازه است. بله، و خوشحالم که شما هستین، کیارخ عزیز هست و تلویزیون میهن از جمله که ما میتونیم این کارا رو به نوعی به گوش هموطنهای عزیزمون برسونیم و امیدوارم که این ادامه پیدا کنه. من میخواستم از اتاق فرمان تقاضا بکنم که ویدیو کلیپ نازنین رو با دکلمه کیارخ معالی پیدا بکنید، شماره یک، و پخش بکنید. خیلی ممنونم. برای آشنایی بیشتر بینندگان تلویزیون با کارهای جدید ما. Thank you.
کاشکی نازنین من بودی، کاشکی نازنین من بودی، مثل همسایه رو به رو بودی. شب مهتاب در میان قاب دلم، توی آیین دل چنین بودی، کاشکی نازنین من بودی. توی نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. توی نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. سرآواز نام تو پایان نداره، توی اولینم توی آخرینم. تو میراث عشقی پیام آوری، تو معصوم مایی کلام آوری، تو فرود زلالی پر از شور و حالی، قشنگی که از گل شکوفا تری. تویی نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. تویی نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. کاشکی نازنین من بودی، کاشکی نازنین من بودی، مثل همسایه رو به رو بودی، وقت باران صبح روی چمن، روی دیدار گل غزل بودی، گاه بوسه میان پنجره ها، آه من روی شیشه ها بودی، در کنارم به شب به لب و به تب، همه احساس جان من بودی. کاشکی نازنین من نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. توی نازنینم صمیمی ترینم، الهی بمیرم غم تو نبینم. کاشکی نازنین من بودی، مثل باران ز آسمان آبی دل، روی باغ دلم ثمر بودی، در زمستان سرد و طوفانی، روی جان شعله اخگرم بودی. کاشکی نازنین من بودی. تشکر میکنم، بسیار زیبا اجرا شده بود از طریق از طرف کیارخ مالی عزیز و ترانه نازنین پرویز خوشتست. پرویز جون، شما در طی سالهایی که الان توی خارج کشور هستی، بوده 22 سال هستی و این 22 سال دور بودی از فرهنگ و موسیقی ایران، الان موسیقی ایران رو بعد از این 22 سال چجوری میبینی؟ والا من دور به اون صورت نبودم، من همیشه موسیقی رو دنبال میکنم.
مخصوصا موسیقی ایرانو که فکر میکنم خیلی خیلی خوب پیشرفت کردن این بچه که تو ایران کار میکنن و سالها زحمت کشیدن تا به این نتیجه رسیدن. ما کار بسیار بسیار خوبی از اینجا میشنویم و من واقعا شانس اینو دارم که تماس دارم با بچه موسیقیدان توی ایران و امیدوارم که بتونیم یه سری کارهای جدید از شما شعر شما استفاده کنیم. مرسی. و بتونیم که از کیارخ جان استفاده کنیم که یه سبکی رو بتونیم ارائه بدیم که همراه باشه با موسیقی، صدا و دکلمه بله و شعرهایی که به هر حال ارزش شنیدن دارن. یک سال دیگه است که این که خب مسلماً با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی خیلی شدیداً فشار رو روی بچه‌های هنرمند گذاشته، داره بهشون مجوز نمیده اینها، ولی یک سری هم دستگیر کردن و ولی اینها باز به صورت زیرزمینی کارهای بسیار زیبایی رو خلق میکنن، برنامه‌های بسیار زیبایی رو دارن اینها. تماس های خودت با بچه ها به چه صورته؟ با من بسیار تماس میگیرن از طریق فیسبوک، از طریق های مختلف کارهاشون رو حتی میفرستن، دوست دارن که کارها پخش بشه از تلویزیون و اینها. به چه صورت به نظر خودت میشه به بچه های جوانی که امروز آمدن وارد صحنه شدن، زیرزمینی کار میکنن، تمام این خطرات رو به جونشون میخرن و میان وارد صحنه میشن، چجوری میشه با اینها کمک کرد، باشون همکاری کرد، بیشتر اوردشون توی صحنه؟ من فکر میکنم هر کسی موقعیتی در رابطه با این اصل کار داره باید به نوعی کمک کنه به این بچه ها. و همونطور که قبلا با هم صحبت کردیم یه سری تماس ها هست با اونا از طریق همین فیسبوک و برحال میل و این چیزا و کارشون رو میفرستم و خیلی دوست دارم که این کارها رو اجرا کنیم و منم واقعا خوشحالم که تونستم از این طریق باشون ارتباط برقرار کنم و صد در صد در آینده نزدیک از کار این دوستای عزیز که همیشه لطف دارن نسبت به من میخونم و امیدوارم که شما مجددا منو دعوت کنیم و اون کارها رو بتونیم. با کمال میل، با کمال میل عزیزم، اینجا خونه خودته و امیدوارم که ما بتونیم با همکاری های گسترده با تمام بچه ها، با موزیسین ها، با خدمت شما تنظیم کنندگان، با حتی شعرهای دیگه بتونیم همکاری بکنیم، خوانندگان دیگه که بتونن خدمت شما این غزل ها، ترانه ها و این کارها رو بخونن و ما اینجا به مردم ایران ارائه بدیم. تقاضا میکنم از اتاق فرمان که ترانه صخره رو اگر لطف بکنید صخره رو بشنویم و بازگردیم به استودیو برای ویدیو کلیپ. بله، ویدیو کلیپ صخره رو بشنویم از پرویز خوشرزم عزیز و بازگردیم به استودیو برای ادامه برنامه. با ما باشید. بفرمایید. باشم از دل کوچ جداشم، برم تا پیش دریا
قاطی آبیاشم، قاطی آبیاشم. میخوام اون ابر باشم، از دل دریا پاشم، برم رو دشت تشنه به بارم و فناشم. میخوام که باد باشم، رفیق آسیاشم، تو پرهاش بچرخم، نون واسه مردماشم، نون واسه مردماشم. میخوام ستاره باشم، نور همه جا بپاشم، تو باغمه گرفته مثل شکوفه باشم. میخوام پرنده باشم، رفیق بچه هاشم، از قفسای بسته پر بکشم رهاشم، پر بکشم رهاشم. خلاصه چیزی باشم که درد رو دواشم، حتی اگه یه وصل رو پیرهن شماشم. چه تقریب زیبا و متفاوتی بود. تشکر میکنم از اتاق فرمان و تشکر میکنم از پرویز خوشرزم عزیز. حبیب جان، این ترانه یه مقدار تفاوت میکرد با کارهای دیگه، توضیح بده. این ترانه در واقع بله یه سبک خاصی داشت و آهنگش از شادروان بابک بیات بود که واقعا جاش توی موسیقی ما واقعا با از بابک یه مقدار صحبت بکنیم با تجربه که الان نیست. بابک توی سوئد توی نروژ زندگی میکرد. چند سال پیش فوت کرد؟ حدود 5 سال. بله 5 سال پیش. چه خاطراتی از بابک داری؟ از بابک یه مقدار بگو. خیلی خاطرات از بابک دارم و واقعا اینو میتونم به جرئت بگم که بهترین ملودی ساز تا امروز بوده و خواهد بود. یه خاطره خیلی جالبه که برات تعریف کردم. بله. یه بار قرار بود یه کاری رو بخونیم، بعد برای تمرین من میرفتم پیش بابک، بعد یه آهنگی قبلا داریش عزیز خونده بود به اسم جنگل. بله. این کار رو موسیقیشو به من داد، گفت اینو تمرین کن. بعد من اینو تمرین کردم، بعدم خوندمش پیش یکی از دوست عزیزم رحیم شبخیز که صدا بردار تلویزیون بود. اینو خوندم، ضبط کردیم. بعد این کاست رو من توی ماشین داشتم، بعد با بابک بیات میخواستم بریم یه جایی مقدار کار داشتیم، توی ماشین که بابک بیات نشست من این آهنگو گذاشتم. بعد این آهنگ شروع شد به پخش، بعد بابک بیات برگشت کنم گفت ببین اینجوری باید بخونیم. بابک مثل داریوش باید فکر کرد داریوش داره میخونه. بعد من گفتم که منظورت اینه که مثل خودم بخونم؟ گفت مگه اینو تو خوندی؟ گفتم بله. و این خاطره رو یکی از خاطره که البته با ایشون دارم و جدا منم که شنیدم باور کن منم که شنیدم هرچی هم دقیق شدم متوجه نشدم که اصلا صدای تو منطبق با صدای داریوش، تمام اون نیانس ها همه یکی. بله. خیلی عجیبه. آره صدا نزدیک هستش. من یادم یه دفعه هم یه کار برای استاد بزرگ جنتی عطایی فرستادم که ایشون هم باز همین اشتباه کرده بود که فکر کرده بود این بله. و واقعا نمیدونم شانس منه که صدام شبیه داریوش. با تو با توجه به این که به اصطلاح هم محلی داریوش بودی چه خاطرات از این چیزها داری؟ از این هم صدایی با داریوش داری؟ کار هنری من با داریوش انجام ندادم، فقط توی یک تیم فوتبال بازی میکردیم که ایشون هم مربی بود هم کاپیتان این تیم. من که خیلی کوچیک بودیم، این تیم اسمش هم بود جوجه طلایی، چون ما هم کوچولو بودیم. چند سالتون بود؟
فکر میکنم 14-15 سال شروع کردیم اونجا تو اون تیم بازی کردیم. البته داریش از من بزرگتره، ایشون و برادر داریش رو اونجا با ما بازی میکردن و این تیم ایشون به صلاح مربیگری و کاپیتان بودن و خیلی تیم خوبی هم شد. بعد کسای دیگه همین به صلاح نامو و داشتن و ادامه دادن و خیلی هاشون هم تو باشگاه خوب تهران بازی کردن. خب اگر از پرویز بپرسم که با توجه به اینکه تو خارج کشوری الان و موسیقی ایرانی خارج ایرانی ما هم در خارج کشور رشد کرده، نظرت در مورد موسیقی اینجا چیه؟ در رابطه با موسیقی ایرانی خارج از کشور، خب حتما شما خودتون شنیدین که یه کارهای بسیار خوبی میاد، بسیار خوب، و یه کارهای هم میاد خیلی بد، و تمام اینا به نظر من برمیگرده به اینکه چه آدمایی تو این کار دست دارن و چه کسانی هستن که اینو به صورت رهبری میکنن. چندین سال پیش یادمه که خیلی این مسئله دیگه حاد شده بود که حتی مردم هم شروع به اعتراض کرده بودن که بابا اینا مثلا این چه جوری و این مسائل واقعا هنر نیست، موسیقی نیست، نمیدونم صدا نیست و اینا، که خوشبختانه تو این چند سال اخیر داره بهتر و بهتر میشه و ما دیدیم که اون کسی که واقعا کار درست انجام میدادن هنوز هم توی همون سطح خیلی خیلی بالا هستن، یه سری هم که خب خوب نبود واقعا کار اینا، که اینا رفتن اصلا بیرون از این حرف رو بایمان کاره بسیار خوبی میاد و الان بزرگترین شعرها و آهنگسازا خب بیرون هستن، مسلما کاره خیلی خوبی میاد. بعض موقع کاره من میشنم که خیلی روم تاثیر میذاره و خوشحالم که حداقل این کار هنوز وجود داره و داره ادامه میده. به از آهنگسازا و تنظیم کنندگان خارج کشور الان با کی همکاری میکنیم؟ آخر همکاری من با کاظم عالمی بوده. بله. و خب همیشه با همون کسی که من از قبل آشنا بودم، مثل محمد شمس و یه سری از شعرها و اینا، خب کارامون رو همونجوری ادامه میده. منتها آخرین کار با دوست عزیزم کاظم عالمی، امیدوارم هر جا هست شاد و سلامت باشه. خب حالا میخوام ببرم توی یک سوال صنفی. تو خودت چقدر توی همین کاری که داری میکنی فعال سندیکایی هستی؟ همین کار به اصطلاح برنامه‌ریزی ماشین‌آلات کارخانه ای روی کامپیوتر. بله، مثل بقیه، یعنی شما اینجا میدونید فعال سندیکا هستی. خود من فعال نیستم اون تو. نه، ولی به هر حال در جریان بله مسائل همیشه هستم و اطلاعات خوب بهمون میدم، اگر مسئله باشه میریم باشون صحبت میکنیم و برحال فکر میکنم اینجا شرایط خب خیلی فرق میکنه از نظر قوانین و این چیزا. همیشه یه سری چیزا وجود داره که ارزشمنده. نه الان من برخورد کردم با یه مقوله بسیار بغرنجی بگم واقعا، و اون اینه که پرویز خوشرز با این صدای دلنشین و خوب میاد خدمت شما ارشد خارج کشور، توی دستش هم یک آلبوم هست، میخواد کار بکنه روی آلبوم و بده بیرون، آلبومش به بیرون نمیاد. پرویز میره توی خودش و صحنه رو ترک میکنه. سوال من اینه از جامعه فرهنگی ایران، اگر ما سندیکا داشتیم، اگر ما فعال صنفی بودیم، پرویز خوشرزم 22 سال در سوئد هست و هنوز چند تا از کارهاش خدمت شما هست روی یوتیوب قرار نگرفته و بایستی این کارها بیاد روی یوتیوب. اگر ما یک مجمع صنفی داشتیم، اگر ما دور همدیگه بودیم، اگر ما سندیکایی داشتیم که میتونستیم دست همدیگه رو بگیریم و دستمون رو دراز بکنیم برای کمک به همدیگه، به نظر خودت پرویز این سالهایی که تو تنهایی نشستی و به اصطلاح سکوت کردی و به نظر خودت این سکوتت علامت یک
تعرض خاصی بود، یه اعتراض خاصی بود، آیا اتفاق می افتاد اگر سندیکا داشتیم؟ نه، 100% این اتفاق نمی افتاد. و تنها چیزی که ما کم داریم توی این مسئله، توی این حرفه، همین مسائله. سندیکا داشتن، انجمن‌هایی که بتونن کمک کنن به وسیل این هنرمندا. همیشه ما این مشکل رو داشتیم، این کمبود رو داشتیم که واقعا امیدوارم که حل بشه مثلا. منم خیلی امیدوارم. و این مشخصا خب یک بچه قضیه این هم برمیگرده به خودمون که چقدر خودمون بیایم نزدیک دیگران بایستیم در رشته های مختلف هنری و تقاضا بکنیم که با هم دیگه کار بکنیم. امروز من پرویز رو پیدا کردم، پرویز من رو پیدا کرده، ما کیارخ رو پیدا کردیم، کیارخ آوای دل عزیز رو پیدا کرده، 4 نفر دیگه خدمت شما رسد. در برنامه گذشته دیشب دیدید، هفته گذشته دیدید، شیفته عزیز ترانه هاشون رو تقدیم کردن، خانم فرشته ترانه هاشون رو تقدیم کردن، آقای مرتضی ترانه هاشون رو تقدیم کردن. اینا همه رو ریختن روی میز، گفتن بچه‌ها بریم کار کنیم. یعنی با یک و خیلی دوستان دیگه الان من جا این که هر هفته میاریمشون اینجا و خدمتش رو صحبت کنیم. ببینید یک همچین همبستگی و یک همچین به اصطلاح فعل و فعالی از طرف هنرمندان باعث این میشه که رشته های مختلف هنری چرخش را بیفته و کار بکنه. اگر به نظر شما من اینجوری بگم که بخوایم یک سندیکایی در سوئد داشته باشیم یا به نظر مجموع در سطح جهانی ترتیب بدیم، شما یکی از افرادی هستی که فعالانه بخواید در این شرکت بکنید و قدم های جدیدی برداریم؟ 100% جدا؟ بله. قول میدین؟ 100% بسیار عالی. ما میریم میش بفرمایید. توضیح کوتاهی، من یادم رفت اسم شاعر صخره رو بگم. آها بفرمایید. شاعر بهزاد فراهانی، تشکر میکنم از ایشون و تنظیم این آهنگ از دوست عزیز محمد شمس. بسیار عالی. و تشکر از محمد شمس برای کارهای خوبش در رابطه با فرهنگ ایران. بریم از اتاق فرمان و بشنویم یکی از ترانه‌های بسیار زیبای دیگه که توسط پرویز خوشنظم خونده شده، مرغ سحر، با خاطراتی از استاد بنان. مرغ سحر از پرویز خوشنظم. مرغ سحر ناله سر کن، آب مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را، بر شکن و زیر و زبر پر بسته ز کنج قفس در آن، نغمه آزادی نوع بشر سرا، وز نفسی عرصه این خاک تو درا، پر شرر سر کن. ظلم ظالم جور سیاد، آشیانم داد برباد، ای خدا طبیعت، شام تاریک ما را
چون دلم تنگ و تار است. شغل فکن بر قفسه آه آتشید، دست طبیعت گل عمر مرا مچید. جانب ممنونم از پرویز خوشرزم عزیز با این ترانه خاطر انگیز کلاسیک. این ترانه رو یه مقدار توضیح برامون بده که چجوری شد به سبک پاپ در اومدین؟ من این کار خوب خیلی دوست داشتم، چندین سال با همون سبک خاص خودش شنیده بودم. بعد وقتی این آلبوم رو متعیه میکردیم من فکر کردم که بتونم این کار رو با یه نوع جدیدی ارائه بدیم که خوشبختانه فکر میکنم کار خوبی در اومد که ما اینو توی سبک پاپ زرف کردیم. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود و دلنشین. وقت واقعا از زود آدم کم میاره. یک ساعتمون تمام شد. پرویز خوشرزم عزیز و بازم من تشکر میکنم از تمام هم میهنان عزیز که این برنامه رو نگاه کردن، از تلویزیون میهن و نوید عزیز و کیار خمالی. مرسی، متشکرم از شما. اعلام میکنم که در هفته آینده یکی از موسیقیدان ها، هنرمندان و خوانندگان بسیار عزیزمون رو در اینجا خواهیم داشت، پیمان خان، کسی که موسیقی تیزرمون رو تهیه کرده، همکار ما که همیشه در کنارمون بوده و غمخوار برنامه فرهنگی ما. به هر حال هر هفته ما اینجا خواهیم بود در کنار شما با یکی از هنرمندان برجسته ایران که جمعه های شما رو پر انرژی تر و زیباتر بکنیم. من همینجا تشکر میکنم از آقای سعید بهبهانی با همکاری هاشون و بچه هایی که در روابط مختلف با ما همکاری کردن برای تهیه این برنامه و برای تا هفته آینده ساعت 22:30 به وقت ایران، ساعت 8 شب به وقت سوئد و ساعت 11 صبح به وقت آمریکا و 2 بعد از ظهر به وقت کانادا با شما بدرود میگیم و به امید دیدار تا هفته آینده بدرود.